اسم داخل رحمان رحیم. دانش آموزان عزیز کلاس هفتم توجه داشته باشید. درس امروز ما فصل 6 مساحت جانبی و کل سه‌شنبه 28/11/99. خب سطح جانبی یک منشور، سطح جانبی یک منشور و یک منشور سه‌پهلو برای شما میکشم. را سطح جانبی منشور، سطح جانبی منشور، یک منشور، یک منشور را از طرف، یک منشور را از طرف وجهای آن در نظر بگیرید. در نظر بگیرید به سطحی، به سطحی که دو تا دور وجهای آن را در بر میگیرد سطح جانبی میگویند. بهش میگه سطح جانبی منشور مینامند. سطح خدا سطح جانبی منشور میگویند. سطح جانبی منشور میگویند. سطح جانبی منشور میگویند. خب برای محاسبه سطح جانبی، برای محاسبه سطح جانبی، برای محاسبه سطح جانبی منشور، برای محاسبه سطح جانبی منشور میتوان آن را گسترده تو پرانتز باز، تو پرانتز باز کرد، باز کرد و سپس مجموع مساحت های سطح‌های جانبی آن را به دست آورد. حالا یه مثال من میزنم، شما توجه کنید به این مثال، توجه کنید. من یه شکلی رو تخته میکشم، شما نگاه بکنید.
این یک منشور سپهرو هست. این یک منشور، این یک منشور سپهرو. یه به من داده 4، اینم داده 3، اینم داده 3. نگاه بفر. این منشوره، اینم ارتفاع شده برد، اینم از اینجا بینیم. ما میام چیکار میکنم؟ من اینو میام گسترده میکنم، بازش میکنم به این صورت. نگاه، حالا توجه کنی، با توجه به گسترده شدن، با توجه این منشور سه پهلو هست، یه پهلو، این دو تا، سه تا پهلو دار. من اومدم بازش کردم، گستردش کردم، حالا مساحت اینه پیدا میکنم، مساحت اینم پیدا میکنم، مساحت اینم پیدا میکنم. حالا اگر شما نگاه کنید، این یه مستطیله. دانش آموز باید مساحت مستطیل بلد باشه. مساحت مستطیل میشه طول ضرب در عرض. نگاه بکنید، این طول، اینم عرض. پس اینجا میشه طول ضرب در عرض. طول ضرب در با طول ضرب در عرض. خب 5 ضرب در 3، این هم همینطوره، باز طول ضرب در عرض. جواب این میشه 5 ضرب در 3 مساوی با 15. حالا ما میام اینم پیدا میکنم، پس اینجا میشه باز طول ضرب در عرض 4 ضرب در 5 مساوی با 20. اینم پیدا شد، پس اینجا میتونم بنویسم 4 ضرب در 5 20. اینجا هم باز میتونم پیدا کنم 5 ضرب در 3. ببین باز میشه 5 ضرب در 3، اینم طول ضرب در عرضش که باز هم میشه 5 ضرب در 3 برابر با 15. خب حالا میام چیکار میکنم؟ میام مساحت جانبی، نگاه، مساحت جانبیش میخوام. مساحت جانبی به مساحت های دور تا دور این اطرافش. این وقت حالا من اینو پیدا کردم، اینم پیدا کردم، پشتش هم اینو شد، اینم پیدا کردم، همه این مساحت ها را پیدا کردم، این مساحت ها را پیدا کردم. خب برای که این مساحت ها را پیدا کنم، میام اینا را با هم جمع میزنم، میام این حساب میکنم 15 به اضافه 20 به اضافه 15 30 تا با 30 تا با این حساب کردم شد 50 تا.
دو تا 15 تا نگاه 30 تا با 20 تا میشه 50. این میشه چی؟ این میشه مساحت جانبی. مساحت جانبی. خب مساحت جانبی شما در نظر بگیرید، من الان تنها وسیله که در دست دارم اینه. این شکل یه مکعب مستطیله، این پهلوش یه مساحتشه، این پهلو هم یه مساحته، این هم یه مساحت، به دور تا دور این بهش میگن مساحت جانبی. که گفتن اگر شما یه کارتون خالی دستمال کاغذی رو در نظر بگیرید، اونایی که کارتونایی که به شکل مکعب مستطیل هستن عین این، به اطراف این میگه مساحت جانبی. پس من بلند مساحت جانبی رو به این صورت برای شما توضیح دادم. گفتم اول یک منشور سپر رو هست، گستردش کردم، یه پرموش، اینم یه پرمو، اینم یه پرمو، مساحت اینها را پیدا کردم، مساحت اینها را پیدا کردم. حالا مساحت اینها را که پیدا کردم جمعش کردم، بهش میگه مساحت جانبی. بهش میگه مساحت جانبی، بهش میگه مساحت جانبی. حالا اینجا دیگه همه شکلها را که به شکل گسترده نمی‌نویسم، میام چیکار میکنم؟ برای ساده‌تر شدن محاسبه مساحت جانبی یک منشور، حالا ما اینو پاکش میکنم. نگاه، من اینو پاکم. ببین، برای محاسبه مساحت جانبی یک منشور، برای محاسبه مساحت جانبی یک منشور، ابتدا محیط قاعده، ابتدا محیط قاعده را حساب کرده و سپس در ارتفاع منشور، در ارتفاع منشور ضرب کنیم، در ارتفاع منشور ضرب کنیم تا مساحت جانبی، تا مساحت جانبی آن به دست آید. حالا ما میگیم محیط قاعده، من اینه به شکل یه فرمول برای شما می‌نویسم، من اینه به شکل یک فرمول می‌نویسم. مساحت جانبی، نگاه، من اینه پاکم، مساحت جانبی مساوی با محیط قاعده ضرب در ارتفاع. به جای که این حرکات را انجام بدن از این فرمول استفاده می کنن. خب محیط قاعده جایی که تکیگاهش رو زمینه، حالا ما می دونیم اینه، به عنوان قاعدهش در نظر بگیریم، من اینه به عنوان قاعده در نظر بگیرم، این یه مثلثه، محیط اینه به دست میارم، پس اینجا بنویسم اس جانبی، اس جانبی مساوی با 4
به اضافه 3 به اضافه 3. این محیط قاربش. ضرب در ارتفاع. ارتفاعش هم 5. من میام چیکار میکنم؟ اینا رو بکنم. حالا جواب بده. اس جانبی مساوی با 3 و 3 6 و 4 10 ده این به دست میاد. 10 ضرب در 5 ارتفاع برابر با 5. حالا اونجا رو که من قبلا محاسبه کردم شد 5. همه اینا رو این فرمول به دست میاد. یعنی هر دانش آموزی این فرمول بلد باشه میتونه پیدا بکنه. حالا من یه چند تا مثال میزنم شما بهتر متوجه بشید. نگاه مسئله اول یه مسئله برای شما بین میسم توجه من این رو کشیدم من این رو کشیدم این مسئله را توجه کنید. قاعده یک منشور نگاه این مسئله را که من رو تخت می‌نویسم شما توجه داشت. قاعده یک منشور یک لوزی به ضد هشت سانتی متر به ضد 8 سانتی متر است اگر ارتفاع این منشور اگر ارتفاع این منشور 12 سانتی متر باشد مساحت جانبی آن را به دست آورید. خب حالا من نیازی به شکلش نداره نگاه بکنید مساحت جانبی را خواسته براش حساب کنم. این مساحت جانبی حالا مساحت جانبی ما با اس جانبی اس یعنی مساحت اس جانبی محیط قاعده اینم محیط قاعده است محیط با پی نمایش دادن اینم ارتفاع منشوره. ارتفاع را با حرف H مشخص کرد. پس میشه S جانبی مساوی با محیط قاعده ضرب در ارتفاع. حالا نگاه بکنید اس جانبی مساوی با محیط با حرف پی مشخص می کنم این نقطه به معنای ضرب اینم اچ اینم ارتفاع. پس هر دانش آموزی این فرمول بلد باشه میتونه پیدا بکنه. خب حالا نگاه بکنه قاعده یک منشور یک لوزی هست
اگر شما در نظر بگیرید این روزیه، این یه روزیه. خب لوزی به ضد 8 سانتی‌متر، این 8 سانتی‌متر، اینم 8 سانتی‌متر، اینم 8 سانتی‌متر، اینم 8 سانتی‌متر. حالا محیط، محیط به کجا میگه؟ به دور تا دور این میگه محیط. پس اگر من محیط اینو بخوام به دست بیارم میگم 8 به اضافه 8 به اضافه 8 به اضافه 8. یکی از راهات کوتاه جمع ضربه دیگه. دانش آموز به جایی که بخواد بگه 8، نگاه، به جایی که بخواد بگه 8 به اضافه 8 به اضافه 8 به اضافه 8، میگه آقا 4 ضربه بر 8. پس من اینجا می‌نویسم اس جانبی مساوی با 4 ضرب در 8. این محیط ضرب در ارتفاع، ارتفاعش هم به من داده، اینم ارتفاع هست، اینم ارتفاع. گفتم ارتفاع را با حرف اچ مشخص کرد. ضرب در 12، این میشه مساحت جانبی. حالا مساحت جانبی 4 8 زن نگاه، من اینو پاکش کردم، 34 8 32 ضرب در 12، 2 تا 4 تا 2 3 تا 6 3 2 3 4 8 384 4 سانتی‌متر. خب مثال بعدی را توجه کنید. مساحت جانبی حجم هایی که معروف هستن، من اینو پاکش کردم، من اینو پاکش کردم. مساحت جانبی، مساحت جانبی حجم‌های معروف، معروف. حالا توجه داشته باشید، 1 مساحت جانبی مکعب، مساحت جانبی مکعب، ما میخوایم مساحت جانبی مکعب پیدا کنیم. نگاه بکن، این یه مکعبه، این یه مکعب، این یه مکعب. این یه مکعب. حالا به ضد A، یعنی این A هست، اینم A، اینم A هست. حالا محیط قاعده، نگاه، اینم من هاشون با رنگ قرمز مشخصش، این قاعده شد، جایی که تکیه باش رو زمین هست بهش میگه قاعده منشور. قاعده منشور رو باید پیدا بکنم. من میام چیکار میکنم؟ چند تا زیر داره؟ محیط قاعده، نگاه، محیط قاعده پیدا میکنم. پس اینجا می‌نویسم مساحت جانبی منشور، گفتم با حرف پی مشخص میکنم، این اس مساحت جانبیه، پی محیط قاعده است، ضرب در ارتفاع، ارتفاع هم با حرف اچ مشخص. حالا محیط،
محیط به دو تا دوری میگن، یعنی اگر ای هست اینم ای هست اینم ای اینم ای. حالا با هم جمع بکن میشه ای به اضافه ای به اضافه ای به اضافه ای بشمار یه دو سه چهار بس میشه چهار ای چهار ای. پس اینجا پس من میتونم اینجا بنویسم اس جانبی مساوی با چهار ای ضرب در بفرمایید ضرب در ای. خب چون ما هنوز توان نخوندیمه میتونیم بگیم چهار ای میتونیم اینه بنویسیم چهار ای ضرب در ای. ولی اگر جایی دیدی نوشته چهار ای به توان دو، چون این قبلا باید ما اول توان درس میدادیم بعد اینجا رو شروع میکردیم ولی کتاب سلسله مراتب را رعایت نکرد. خب گفته اول بی فرم انجام بده، اول مساحت جانبی را تدریس کن بعد برو سراغ توان. خب منم مجبورم چون توان را بخوندمه میمیسن چهار ای سر بدن ای. این میشه مساحت جانبیه. حالا مساحت جانب حجمهای معروف، یکی مساحت جانبی مکعب، حالا مساحت جانبی مکعب مستطیل. مساحت جانبی مکعب مستطیل من اینو پر کشیدم، این قسمت یکش نماش. دو مساحت جانبی مکعب مستطیل. حالا ما میخوایم مساحت جانبی مکعب مستطیل را به دست بیاریم. اگر این یه مکعب مستطیل باشه، نگاه این یه مکعب مستطیل، این یه مکعب مستطیل، خب در مکعب مستطیل به این ضرب میگن طول، پس من به حرف ای مشخص شد این طوله، اینم بهش میگن عرض، عرضم با حرف بی مشخص شد به اینم میگن ارتفاع با حرف اچ مشخص شد. خب مساحت جانبی، من میخوام مساحت جانبی این را نگاه کنم، نگاه بکنیم مساحت جانبی فرمول داره، هر دانش آموزی فرمول بلند باشه میتونه مساحت جانبی را پیدا کنه. من این هاشون زدم بلند یک قید بزند. ببین این مساحت قاعدش هست، این خب حالا مساحت جانبی مساوی با مساحت جانبی مساوی با محیط قاعده ضرب در ارتفاع. خب اس جانبی بفرم اس جانبی، حالا چرا بهش میگن اس مساحت با حرف اسم مشخص کن. حالا پی محیط دانش آموز، بعد محیط مستطیل بلند میشه را محیط مستطیل مساوی با تو به اضافه از ضرب در بود. حالا ای پی طول ما ای
خب پس من اینو میدونم محیط قاعده میذارمش. حالا ضرب در ارتفاع اگر اینو مساوی بذارم اینه به این صورت میتونه میزن کروشه باز ای یا دو ضرب در دو پرانتز ای به اضافه بی پرانتز بسته کروشه بسته ضرب در اچ. اینا بهش میگن عبارت جبری هم بهش. حالا عدد بده به من چه اشکال داره بفهم. اینا فرض رو بهم داده ده، یه داده پنج، اینم داده سه. میگه حالا محاسبش کن. میگم اس جانبی مساوی با هر دانش آموزی به هزار را بلد باشه میتونه انجام بده، هر دانش آموزی بلد نباشه نمیتونه. نگاه، کروشه باز دو پرانتز باز داخل پرانتز ده طولش به اضافه پنج عرضش پرانتز بسته کروشه بسته ضرب در ارتفاع هم سه هست. اول جواب داخل کروشه را پیدا می کنم، اول جواب پرانتز در و پنج پونزه دو ضرب در پونزه جواب ای به دست بیاد میشه سی، شد سی. پس اول جواب پرانتز پنج در پونزه دو تا پونزه تا سی، سی ضرب در سی ضرب در سه، سه ستان نو سه سف به سف سه ستان بود. اگر عدد هم بهت بده میتونی راحت جواب بهش بدی. خب حالا نگاه بکنید، من مساحت جانبی و استوانه را برات میخوام بگم. اینا پاکش دارم، مساحت جانبی استوانه مساحت جانبی استوانه من اول شکل میکشم برات. این یه استوانه هست، این یه استوانه، خب این اگر شما در نظر بگیرید این شعاب هست، اینم شعاب هست. ما تو ابتدایی به بچه یاد میدیم دو تا شعار را که با هم جمع کنیم قطر به دست میاد. پس مساحت جانبی استوانه، خب محیط قاعده ضرب در ارتفاع، محیط قاعده ضرب در ارتفاع. خب اس جانبی، اس جانبی مساوی با پی، پی محیطه. حالا یه دانش آموز از من میپرسه آقا محیط دایره چجوری به دست میاد؟ نگاه، محیط دایره مساوی با قطر ضرب در عدد پی، قطر ضرب در عدد پی که ما قطر دو برابر چهار میشه عدد پی همون سه و چهارده صدم ها، سه ممیز چهارده صدم. حالا قطر مساوی با دو برابر شعاع، اگر این شعاع را من بگیرم آر، من آر بزرگ گرفتم بعضی جاها آر کوچکم میگیرن هیچ مشکلی هم باش ندارم. پس پی دایره محیط دایره مساوی با قطر مساوی با دو برابر قطر مساوی با دو برابر شعاع، قطر مساوی با دو ضرب در آر
مساوی با دو آل. پس من اینجا میتونم بگم دو ضرب در آل. حالا پیم با پی کوچک نمایشش میدم بفرما. این علامت حد را دیدی به معنای پیه، ضرب در پی، پس میشه دو آر پی مساوی با دو آر پی. حالا ضرب در ارتفاع، معمولا ارتفاع را کلا با حرف اچ نمایشش میدم بفرما. این ارتفاع هست، این ارتفاع، ارتفاع را با حرف اچ. پس اس جانبی اینجا مساوی با مساحت، مساحت جانبی مساوی با دو پی دو آر پی ضرب در اچ، که میتونیم بنویسیم دو دو آر پی اچ. خب میگم آقا یه مثال عددی بزن برام. حالا اگر من بیام شعار را برای شما بگیرم سه بفرم، این شعار سه هست، اولین کاری که میکنم قدر به دست میارم، قدر نگاه، قدر مساوی با، قدر مساوی با دو ضرب دسته شد شیش، قدر با به دست میارم. حالا من اینا رو پاک میکنم که قاطی نکنیم، قدر مساوی با دو برابر شاه است. آره این قدر ما به دست من 6 سانتی متر. خب بعد میام ارتفاع هم به این داده 10، این هم ارتفاع 10 هست. حالا میام اول چکار میکنم؟ محیط قاعده را به دست بیارم، محیط دایره، محیط دایره مساوی با قدر ضرب در عدد پی، پی محیط دایره مساوی با 6 ضرب در 3 و 14 صدم میکنم. 6 4 تا 24، 24 رو 2 داریم، 6 تا 6 تا 2 8، 6 تا 2 هم 18، 1 2 18 ممیز 84. پس اس جانبی، اس جانبی مساوی با 18 84 ضرب در این محیط قاعده است، ارتفاعش هم در ضرب در در مساوی با بفرم. این هم صفرش رو گذاشتم جلوش، به تعداد ارقام اعشاریش ممیز میزنم، 1 2 ایشو چی؟ مساحت جانبی، مساحت جانبی استوانه. دانش آموزان عزیز توجه داشته باشید، صفحه 76 کتاب، صفحه 76 کتاب کار در کلاس، کار در کلاس تمرین 1 و 2، تمرین 1 و 2 را حل کنید، 1 و 2 را حل کنید. خب ما باید یه مثالی تو همین قسمت زده، گفته ستونی است به شکل منشور
ستونی است به شکل منشور شش پهلو. منشور شش پهلو. دانش آموز باید محیط منشور شش پهلو را به دست بیاره. یعنی اگر فرض کنیم این منشور شش پهلو باشه، نگاه، این منشور شش پهلو، یه منشور شش پهلو، فرض کن این به من پنج دهم بده، اینم بده پنج دهم، اینم بده پنج دهم، اینم بده پنج دهم، اینم بده پنج دهم، اینم بده پنج دهم. خب محیط که اینو من بخوام پیدا بکنم، نگاه میکنم ببینم چند تا پنج دهم دارم، یه دو سه چهار پنج شش. به جایی که بنویسم پنج دهم به اضافه پنج دهم به اضافه پنج دهم، میگم محیط مساوی با پنج دهم ضرب در شش میکنم، شش پنج تا سی تا نمیشه. این محیطش، اینم ارتفاع هست. نگاه دانش آموز عزیز، این ارتفاع منشوره. اگر ارتفاعشم به من بده هشت متر، مساحت جانبی منشور شش پهلو، نگاه، یه پهلو، دو پهلو، سه پهلو، چهار پهلو، پنج پهلو، شش پهلو. پس اینجا میشه پی محیط قاعده ضرب در ارتفاع. اس جانبی مساوی با سه ضرب در هشت، سه هشت تا بیست و چهار. شما راحت میتونید تمرین های کار در کلاس صفحه 76 را حل کنید. خب شما را با خدا میسپارم. خدا نگهدار شما تا جلسه آینده. خدا حافظ.